آقای احمد نیاز، به نظر شما واکنش افرادی که در شاهد تقابل میان افراد به قولی آتش به اختیار و دختران و مادرانی که مورد آزار و اذیت به خاطر نوع پوشش قرار میگیرن چگونه باید باشه؟ چون به هر حال برخی عنوان میکنن که افراد خصوصا مردان نباید منفعل باشند، اما از سوی برخی هم میگن که خب اتفاقا مردان به اندازه کافی در جنبش زن زندگی آزادی هم در کنار زنان حضور داشتند و دارن، هزینه هم دادند. اصل 8 قانون اساسی ایران به عنوان زیرپایه اصلی بحث امر به معروف اعلام میکنه بنیانهای اصلی امر به معروف تذکر مردم به حکومت، مردم به مردم هست. یعنی این مردم هستند که نسبت به اعمال حکومتی و کارگزاران حکومتی بایستی تذکر بدن. وقتی که مردم میبینن حقوق بنیادین آنها و زنان آنها داره در روز روشن پایمال میشه، دادگستری که عدلیه شهروندان ایران هست که بایستی بیطرف باشه اما به یک عدلیه اجبار و زور حکومتی تبدیل شده، بایستی در مقابل این بیستن. اصل 8 قانون اساسی این اختیار و این حق را به شهروندان ایرانی داده است که در مقابل این گستاخی های حکومتی، این آخوندها و این کسانی که تحت عنوان آتش به اختیار هستند قرار بگیرن. برای اینکه ببینید وقتی که عدلیه در دوران مشروطیت ایجاد شد ما حاصل خون هزاران شهروند ایرانی بود که برای این ریخته شد. و حقیقت مسئله این است که مرکز اصلی حفظ حقوق شهروندی وجود یک دادگستری مستقل و بی‌طرف است، کما اینکه در قانون هم اینو ذکر کرده. درسته در ایران در حال حاضر حاکمیت قانون به طور کامل پایمال و لگدمال شده و هیچ اعتباری برای اصول حقوقی و قانونی در نظام قضایی ایران وجود نداره. آدم شرمسار میشه وقتی از اصل 8 یا اصول دیگه قانون اساسی استناد میکنیم. اما به عنوان یک دستاورد اصلی بایستی مردم ایران، مردان ایران برای حفظ حقوق تک تک زنان ایرانی بایستند و خواستار پابرجایی و تداوم حقوق بنیادین اینها باشند. ببینید حجاب اجباری در ایدئولوژی حکومتی وجود داره، نه در قانون اساسی یا قوانین عادی. بر فرض ماده 638 از قانون مجازات اسلامی در باب بی‌حجابی یک مجازات اندکی رو بیان کرده، یک نوع تذکر است، یک نوع حداقلی رو بیان کرده، اما از باب حجاب اجباری صحبتی وجود نداره. ما در حال حاضر در نظام قضایی ایران یا نظام حقوقی ایران هیچ قانونی در باب حجاب اجباری نداریم. آنچه که در حال حاضر در قالب حجاب اجباری داره انجام میشه یا آتش به اختیارهای امر به معروف در حکومت ایران با پشتوانی قدرتی که حکومت خصوصا رهبر ایران به اینها اعطا کرده است، اینها خلاف قانون هست، اینها زور هست، اینها پایمال شدن حقوق شهروندی بر اساس ایدئولوژی حکومت هست. بنابراین مردان ایرانی در اینجا هستند که بایستی خودشون نشون بدن. در جنبش زن زندگی آزادی این زنان ایرانی بودند برای حفظ حقوق تک تک مردان ایرانی و شهروندان ایرانی دست خالی ها به میدان گذاشتن و امروز این مردان هستند که برای حفظ حقوق آنها در مقابل حکومت قرار بگیرن. چون ببینید این یک جاده یک طرفه هست. حکومت ایران با پایمال کردن تمام دستاوردهای عدلیه، اصول قانونی، مواد حقوق قانون قضایی در موجود در ایران داره این حقوق بنیادی زنان ایرانی را در روز روشن پایمال می‌کنه. خب آقای احمدی نیاز، به موضوع حاکمیت قانون میخوام در جای دیگه از برنامه بپردازیم، اما گفتید که قانون وجود نداره. این قانون عفاف و حجاب اگر در شورای نگهبان به قولی مورد تصویب قرار بگیره این خودش قانونه، و خصوصا اینکه از دیروز هم گفته میشه که احتمالاً اگر جریمه بدحجابی این هست که 3 میلیون تومان از حساب زنان بدحجاب به صورت مستقیم برداشت میشه. به هر حال این قانون نیست.
نه، هنوز این قانون نشده. طبق ماده 2 تا 4 قانون مدنی ایران، زمانی یک قانون اجرایی میشه که در شورای مجلس تصویب شده باشه، شورای نگهبان اینو تایید کرده باشه، به رئیس جمهور ابلاغ بشه، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی اون زمان شکل لازم الاجرا وجود داره و رئیس جمهور بایستی اینو ابلاغ بکنه به دستگاه‌های اجرایی. این قانون هنوز فرایند قانونی شدن و لازم الاجرا شدن رو طی نکرده، هنوز به قانون تبدیل نشده، به یک قانون لازم الاجرا تبدیل نشده. بنابراین استناد به این قانون قابل قبول نیست و اجرای این بدون طی کردن این تشریفات به طور کامل خلاف تمام همین مواد 2 تا 4 از قانون مدنی و اصول حقوقی در این زمینه است. ببینید، آنچه که حکومت ایران داره انجام میده یک حالت حسین قلی خانی هست، یک نوع دادگستری عصر بگم قاجار، عصر بربریت هست. در هیچ کجا اینها وجود نداره. ما اگر قراره به قانون، به حقوق و عدلیه استناد بکنیم، بایستی به مواد قانونی استناد بکنیم، یک آرگومنت و استدلال قانونی و حقوقی داشته باشیم. تمام حقوقدان، وکلای دادگستری و اساتید علم قضا در ایران و قضات با سابقه قبلی دیوان عالی کشور به طور کامل اشراف دارند. این هنوز به قانون تبدیل نشده. رفتار حکومت خلاف قانونه، استناد به حجاب اجباری خلاف قانونه. بنابراین آنچه که حکومت میده مبناهای ایدئولوژیکی است که بر استناد قدرت حاکمیت به شکل غیرقانونی داره برای حفظ حاکمیت به نام دستگاه قضایی، به نام قانون داره شکل میگیره. اما در خروجی اون حقیقتاً این قانونی که داره قربانی میشه. ارزش قانون بسیار بیشتر از آنچه هست که پاسداران در ایران، ملاها در ایران، آمران به معروف حکومتی در ایران این چنین دارن لگدمالش میکنن.